پرژن BMS تقدیم می کند. خب خبرنگار حاضره. امیدوارم شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست هم آماده باشید تا با این برنامه همراهی کنید. خبرنگار دوستان و همراهان عزیز خبرنگار، بسیار خوش آمدید. نوشین آگاهی هستم و خبرنگار این چهار شنبه رو تقدیم می کنم. بخش گزارش ویژه خبرنگار امروز ادامه گفتگوی ماست با دکتر بهروز ثابت در مورد موضوع زمان که با هم خواهیم شنید، و البته با این پوزش که به علت مفصل بودن این گفتگو بخش سرخط خبرها رو نخواهیم داشت. بُعد زمان در آثار ادیان الهی از جمله آیین بهائی نه تنها به کرات برجسته شده، بلکه با حیات و هدف این ادیان پیوندی ناگسستنی داره. این آثار تعابیر زیادی از مفهوم زمان رو به ما ارائه میدند و اهمیت زمان در مسیر تاریخ تمدن بشر و نشیب و فرازهای اون رو یادآور میشند و در حقیقت به ما میآموزند که بُعد زمان برای درک بهتر و عمیق‌تر از رسالت دین و مسئولیت انسان در مقابل اون ضروری و در سیر تکامل تمدن بشری سرنوشت سازه. پیرامون این موضوع در خبرنگار هفته گذشته گفتگوی را آغاز کردیم با دکتر بهروز ثابت، نویسنده، محقق علوم اجتماعی و استاد فلسفه و تعلیم و تربیت و مشاور مراکز آموزش عالیه آمریکا. و با سپاس بیکران از دکتر بهروز ثابت شما رو به شنیدن ادامه این گفتگو دعوت می کنم. این وقایعی که شما بهش اشاره کردین، به خصوص وقایعی که در تاریخ ادیان پیش آمده، آیا اینها به طور تصادفی اتفاق افتادن در زمانی که اتفاق افتادن، و یا اینکه نه از قبل تعیین شده بودن، یعنی در یک زمان مشخص بعد یک اتفاق مشخص، مثلا اعلان رسالت از طرف یک پیامبر باید صورت می‌گرفته و دقیقه‌ای نباید جلو و عقب می‌شده اون زمان؟ این سوالی که مطرح کردین، این هم واقعا دارای اهمیت زیاد هست، در این حال دارای پیچیدگی‌ها و ابعاد متعددی هم هست. و ما وقتی که به نگاه می‌کنیم به گذشته و تحقیقات و مطالعاتی که در این مورد این مفهوم شده، می‌بینیم که از زوایای مختلف فلسفی و علمی جواب‌های متنوعی به این سوال و سوالات مشابه این داده شده. حالا من این رو ذکر می‌کنم اول به خاطر اینکه واقعاً شنوندگان عزیز متوجه باشن که این یه بحث بسیار بسیار عمیق و پیچیده‌ایه و ما ادعا نمی‌کنیم که بتونیم در این فرصت کوتاه تمام ابعاد این مطلب رو بشکافیم و پاسخ بدیم. در نتیجه کاری که ما اینجا میکنیم نیست که فقط به صورت خیلی گذرا به بعضی از جنبه‌های مهم این نگاه‌ها و این سوالات بپردازیم و بعد در حقیقت شنوندگان عزیز با تفکر خودشون و مطالعات و تحقیقات خودشون بتونن اگر علاقمند باشن به این مطالعات و درک بهتر از مفهوم زمان ادامه بدن. همونطور گفتم واقعا ده‌ها بلکه صدها دیدگاه علمی و فلسفی در این مورد مطرح شده. در اینجا من فکر می‌کنم بد نباشی اشاره‌ای بکنم به نظرات فیلسوفان فرایند یا فیلسوفانی که بهشون میگن پروسس فیلسوفرز، از قبیل آلفرد نورت وایدهد ریاضیدان و فیلسوف، و همینطور هنری برکسون فیلسوف فرانسوی و بسیار دیگه. اینها باور دارن که جریان زمان و یا اصولاً تحولاتی که در بستر زمان رخ میدن در اصل و در ذات یک امر متافیزیکیه. این یک نگاه خیلی کلی هست در این مورد، و در نتیجه پاسخی که از این نگاه به سوال شما میشه داد این است که پس به نوعی یک نوع سرنوشت خاصی مطابق قوانین رشد و تکامل ارگانیک، یک سرنوشت خاصی برای پدیده‌ها رقم زده شده.
اما در این حال به این مطلب هم اشاره می کنند، هرچند که گذشته در اصل ثابت و تغییر ناپذیر است، آینده تا حدی می تونیم بگیم که نامشخص و باز و سیاله. یعنی به این معنا نیست که اگر هم به اصطلاح به دست سرنوشت یا به مشیت الهی به اراده خداوند در تاریخ معتقد باشیم، این به اون معنا باشه که انسان فاقد اراده هست و نقش اراده انسان در تحولات و رویدادها رو ناچیز بگیریم. بلکه در حقیقت این هم نگاهی است که من اینجا مخصوصا خواستم مطرح بکنم، چرا که مشابهت هایی هم با دیدگاه بهائی داره، و اون این است که در حقیقت این نگاه فلسفی هر دو بعد مطلب رو در نظر میگیره. یعنی از یک طرف بر این هست که مرور زمان یک بستری است که مشیت و حرکت الهی، اراده الهی در اون تحقق پیدا میکنه، در عین حال اراده انسان در یک حوزه هایی میتونه تعیین کننده تاریخ باشه. یعنی اگر گذشته همونطور که اشاره کردیم ثابت و تغییر ناپذیر هست، اما در هر لحظه آینده برای هر فردی نامشخص و باز و سیاله و آپشن هایی که در مقابلش هست متنوعه و اونجاست که میتونه اراده انسان دخالت بکنه و به نوعی حرکت زمان رو به سمت دیگری ببره. یعنی از میان اون گزینه ها اون چرا که دارای اولویت و ارزش بیشتری هست انتخاب بکنه و بر اساس اون آینده رو رقم بزنه. در آثار بهائی مثل آثار ادیان دیگه ما میبینیم در خیلی از موارد به زمان اشاره شده، مثلا زمانش الان نیست یا در آینده است یا این زمان مهمه. در این مورد اگر ممکنی مقدار بیشتر توضیح بدین. بله حتما. همطور که اشاره فرمودین به مفهوم زمان در آیین بهائی بسیار پرداخته شده. شاید بخوایم مطلب رو برای شنوندگان عزیز توضیح بدیم، مجموعه اشاراتی که به مفهوم زمان شده در آثار بهائی، اگه اونها رو جمع‌بندی بکنیم و جمع‌آوری بکنیم، قطعاً به بیشتر از یک کتاب مفصل خواهد. و به نظر بنده این مفهوم زمان در آیین بهائی در نتیجه تحقیقاتی که در آتیه صورت خواهد گرفت، درک بهتری ما از اونها خواهیم داشت و کمک مؤثری خواهد بود به علم و فلسفه برای شناخت مفهوم زمان و درک بهتر از مفهوم زمان و به دنبال اون شناخت بهتری از انسان. نکته دیگری که در آثار بهایی باید مورد نظر قرار داد این است که یکی از تعالیم بهایی توافق علم و دین هست. لذا درکی که ما از زمان داریم بایستی هم متأثر از نگاه روحانی و معنوی بهایی به مفهوم زمان و هم از تحقیقات علمی و اونچه که علم داره در این حوزه انجام میده. در آثار بهایی بر این است که اراده الهی در بستر زمان جاری میشه و با تحول تاریخ، تاریخ به اصطلاح مادی، تاریخ اجتماعی، با اون ترکیب میشه و به دنبال اون رشد و تکامل جامعه انسانی صورت میگیره، که البته همیشه رشد و تکامل نیست، بعضی اوقات عقب گرد هم هست. به هر حال چند زاویه من نگاه میکنم به مفهوم زمان در آیین بهائی. یکی از مفهوم کور هست، ما مفهوم کور بهائی، یعنی اون سیکل های یونیورسالی که دیانت بهائی معتقده که به صورت دوره‌ای به وجود میاد و چند هزار سال هر یک از این کورها، سیکل‌های کلی و عمومی ادامه پیدا بکنه و در تحت این کور عظیم هست که ادیان مختلف میتونن پدید بیان در تحت اون کور. مثلا یکی از دیدگاه‌های آیین بهائی این است که کور آدم، اون چیزی که تحت عنوان کور آدم برمیگرده به مفهوم آدم یا حضرت آدم، به هر حال اون هم یک بحث دیگری هست از نگاه بهائی. اما اگر اون رو برگردونیم به ابتدای این کور بشارتی، کوری است که در حقیقت زمینه بلوغ انسان رو در عالم پدید آورده و در تحت این کور بوده که انبیایی مثل موسی و عیسی و محمد متولد شدند و ادیان خودشون رو در این عالم گسترش بخشیدن. و دیانت بهائی معتقده که ظهور بهاءالله در حقیقت آغاز یک کور جدید هست در تکامل و بلوغ جامعه بشری، و البته در تحت این کور ادیان دیگری هم خواهند آمد، پیامبران دیگری خواهند بود، و در نتیجه دیانت بهایی به این باور معتقد نیست که دیانت بهایی آخرین وحی الهی هست و آخرین مکالمه خداوند با تاریخ و انسان.
و جالب هست که اشاره بکنیم از نگاه آیین بهائی حضرت محمد خاتم دور پرافتیک بود، خاتم دور بشارتی بود و حضرت باب بشارت دهنده به ظهور حضرت بهاءالله و بنیانگذار آیین بهائی در حقیقت یک واسطه‌ای بودند بین این دو سیکل بزرگ دینی در تاریخ. در تاریخ بهایی همینطور اعصار مختلفی تعریف شدند که مطابق اون اعصار ما تقسیم بندی میکنیم تحولات جامعه بهایی رو، که یکیش مثلا دوران عصر رسولی هست که اون برمیگرده از سال 1844 که ابتدای ظهور آیین بابی بود تا سال 1921 که عبدالبها جانشین حضرت بهاءالله درگذشت. بعد از اون دوران عصر تکوین به وجود اومد، یعنی عصری که آیین بهایی از اون مرحله رسولی یا از اون دور قهرمانی و جانبازی های گذشته بیرون میاد و وارد یک عصر جدیدی میشه در رشد و تکاملش که تکوین پیدا میکنه، آثار و ثمرات خودش رو به مرور در بستر زمان و تکامل نوع انسان به صورت فراورده های تمدنی ظاهر میکنه که ما الان در عصر تکوین هستیم و برای آینده هم دوره‌ای در نظر گرفته شده که در حقیقت عصر طلایی آیین بهائی خواهد بود، که اون عصر طلایی عبارت است از اون که صلح جهانی در عالم برقرار بشه، وحدت نوع انسان پایه‌ریزی بشه، انسان‌ها به هم دیگه به صورت یگانگی و دوستی و محبت و عشق حقیقی نگاه بکنن و نظم و عدالت و آزادی بر صحنه جهان گسترش پیدا بکنه. بله خیلی ممنون. در مورد زمان مشخصی که هر دین داره و در این حال ارتباطی که از این لحاظ ادیان با هم دیگه دارند، اگر ممکنه بیشتر برامون توضیح بدید. ببینین، یک نگاهی که در آثار بهائی مطرح شده این است که بحث قدیم و حادث بودن جهان است. به طور کلی قدیم یعنی پدیده‌ای که مسبوق به علت نیست و حادث یک پدیده‌ای است که اول و آخر داره، یعنی زمان داره. در آثار بهائی باور بر این هست که فیض حق قدیمه، یعنی اون ارائه وحی الهی فیض حق قدیمه، اما تجلی اون در جهان ما اولویت و آخریت داره. بر این اساسه که بهائی ها معتقدن به بحث پروگرسیو ریولیشن یا ظهورات متتابعه، یعنی ادیان دارای دو بودن، یکی بود کلی و عمومی و یونیورسال و دوم بود رجعت ادیان که بنابر مختزیات زمان و مکان صورت میگیره، یعنی اول و آخر داره. پس بُعد یونیورسال ادیان اول و آخر نداره، مقید به زمان نیست، اما بُعد تجلیش در عالم جسمانی و عالم انسانی بنابر مختزیات زمان به وجود میاد، حالت تاریخی پیدا میکنه و ابتدا و انتها داره. بر این اساس جنبه عمومی دین که در همه ادیان مشترکه و ماورای تاریخ قرار میگیره، برمیگرده به اون شناخت انسان از ماهیت معنوی خودش و اون ابعاد روحانی تمدن که زوال پذیر نیستن و همواره باقی هستن. اما بُعد دیگرش، یعنی بُعدی که ابتدا و انتها داره، اونجاست که یک دین به وجود میاد، یک دین متولد میشه در زمانی خاص و برای اون دین انتهایی هست، که مثلا در ادیان الهی به مسئله هزار سال اشاره کردن، بعد از هزار سال انقضای یک دینی فرا میرسه. البته این به این معنا نیست که فیض الهی از کار باز میمونه، بلکه اون فیض که مقید به زمان نیست ادامه پیدا میکنه به صورت یک ظهور جدید. در نتیجه دین رو ما یک فرایند منظم و مستمر رو پیشرونده میدونیم و هیچ دیانتی رو ما معتقد نیستیم که نماینده شکل قائی حقیقت مذهبی هست. لذا معتقد به اصل تحول و تکامل ادیان هستیم و بر همین اساسه که معتقدیم ادیان صرفاً به اصطلاح آداب و رسوم و مراسم و تشریفات مذهبی خلاصه نمیشن و وقتی ما تاریخ تمدن رو بررسی میکنیم ملاحظه میکنیم که ادیان در ابتدا، یعنی وقتی که متولد میشن، یک شناخت و معرفت نوینی رو به دنیا میارن که بعد این در بستر فرهنگ و تمدن رشد و نمو میکنه و با فکر جدیدی رو، یک نوع پارادایم جدیدی رو به وجود میاره و سپس با تفکرات علمی و فلسفی محیط خودش هم آمیخته میشه و بالاخره به صورت یک نظام فکری جدید
که مبنای یک تمدن تازه هست به وجود میاد. لذا اون شناخشناسی که ما داریم این است که یک گرایش قدسی و آسمانی هست که در بستر ارتباطات فرهنگی با فلسفه و کلام آمیزش پیدا میکنه و به صورت یک انگاره تمدنی در میاد. از این رو از نظر جهانبینی بهایی هر آیین و دیانتی نمود یک جریان زنده است که هم مقدرات تجزیه و هم مقدرات پیشرفت و تکامل در اون نهفته است. یعنی زاییده میشه و در مرحله‌ای نیروهای بلقوهش رو به کاستی میگذارن و به دنبال اون نیاز به تجدید حیات دین پیدا میشه. پس ببینیم که چطور این بُعد دوم، یعنی بُعد اجتماعی و یا بُعد زمانی دین، از بُعد یونیورسال و کلی اون جدا میشه و ما هر دو رو بایستی در نظر بگیریم. و این به نظر بنده یکی از دقیق ترین و جالب ترین در حقیقت ابعاد نگاه تئولوژیک بهایی هست به مفهوم زمان. یعنی در این مفهوم زمان هست که اصولا ما ظهورات متتابعه رو تعریف میکنیم و اصلا تعریف دین رو در مفهوم زمان قرار میده آیین بهایی و بر اون اساس دین رو به صورت یک دوره هایی فرض میکنه، مثل فصول سال، یک ابتدایی هست، یک رشد و تحولی هست، زندگی آغاز میشه در دوره بهار، در تابستون به شکوفاییش میرسه و بعد رو به انحطاط و سردی میگذاره و بالاخره تمام اون آثار تمدنی خودش رو از دست میده و در نتیجه احتیاج به یک ظهور جدید هست که تا دوباره اون مبنای یونیورسال و عمومی دین رو زنده بکنه. و این چیزی نیست جز اون روح القدسی است که منشأ وحی در عالمه و نشانه حضور خداوند در تاریخ که جهان رو در حقیقت زنده میکنه. و لذا بی‌توجهی به این جریان روح القدس ما معتقدیم سبب نابینایی روحانی میشه و اون رو ما نمیتونیم از جریان تجدد و خلاقیت تمدن جدا بدونیم. و در حقیقت تجلی روح القدس هست که ظهور و افول دین رو به دنبال خودش میاره و هر زمان که یک دینی تبدیل میشه به یک ایدئولوژی، تبدیل میشه صرفاً به یک مفهوم تاریخی اجتماعی، اونجاست که دوباره نیاز هست به تجدید حیات عالم و بازگشت به منشأ وحی و اراده الهی در عالم. خب آخرین پرسش من در مورد مفهوم آخرالزمان هست که در بسیاری از ادیان الهی به اون اشاره شده. دیدگاه بهایی در این مورد چی هست؟ بله حتما. در آیین بهایی همینطور به گذشت زمان اشارات مختلفی شده. گذشت زمان، اقتضای زمان، نیاز زمان، اینها همه مفاهیمی است که بر اساس اونها ما معتقدیم لزوم دین رو پدید میارن. در آیین بهایی مفهوم آخرالزمان که در همه ادیان بخصوص در ادیان ابراهیمی خیلی مورد نظر قرار گرفته، این هم تعبیر تازه‌ای شده و مفهوم آخرالزمان به این معنا نیست که دنیا به انتها برسه، بلکه منظور تجدید حیات دین هست. یعنی اون جایی که سیستم‌های کهن رو به افولن و یک سیستم نو روحانی در حال رشد و نمو، در شرایط این دوره انتقال هست که تجدید حیات دین رو الزامی میکنه. لذا آخرالزمان یعنی انهدام و اضمحلال روش‌های کهن و به وجود آوردن و رشد و ظهور ارزش‌های جدید. بر همین اساس که نگاه بهایی معتقده که واقعا در این حرکت‌هایی که در تاریخ صورت گرفته، فی‌المثل ما معتقدیم که ظهور حضرت باب در سال 1844 یک تحول اساسی در عالم به وجود آورد و این تاریخ در اکثر کتب ادیان گذشته بهش اشاره شده بود و این نشون میده که از نگاه بهایی اون سال و اون لحظه و اون شرایط زمانی به نوعی مشیت و اراده الهی هم در پشتش بود، به نوعی دارای ظرفیت‌های عظیم روحانی بود که وقتی به منصه ظهور اومد جهان رو و کلمات رو و حقایق عالم تجدید شدن به معنای تازه‌ای پیدا کردن. در نتیجه وعود الهی به طور کلی در از نظر بهایی در بستر زمان رخ میدن
یعنی ما معتقدیم که این وعده ها و بشاراتی که از یک دین به ادیان بعد میشه، اینها همه در بستر زمان رخ میدن. و در آثار بهایی اشارات بسیار زیادی شده، مثلا حضرت بهاءالله در جا به جا اشاره میکنن که ما همکنون اون چرا که در آینده واقع خواهد شد میبینیم، و یا در جای اشاره میکنن که برای هر امری، برای هر دینی، برای هر پدیده یک میقاتی است، هنگامی که زمانش برسه حتما ظاهر خواهد شد، و این در اراده الهی در لوح محفوظ ثبت شده و از نتایج اراده الهی است که ظاهر میشه. و در حقیقت نگاه آینه بهایی به این صورت است که پدیده ها و اشیا دارای دو هویت هستند، یکی هویت بالفعل بالقوه و یکی هویت بالفعل. این جریان تکامل اینها از حالت بالقوه به بالفعل در بستر زمان صورت میگیره و نیازمند به اون حرکت هست، یعنی احتیاج به گذشت زمان هست، به فرایند توجه داره، نه اینکه یک شبه همه چی بخواد عوض بشه. یعنی ما به زمان احترام میگذاریم برای اینکه سبب رشد و تکامل و باروری بشه. وقتی در آثار به اشاره میشه که مثلا روز موعود فرا رسیده، یعنی یک دوره‌ای داشته که اون دوره به اتمام رسیده، حال ساعت موعود فرا رسیده که ناگهان ظاهر خواهد شد. خیلی خیلی ممنون، واقعا استفاده کردیم، چقدر مطالب جدیدی رو شما اینجا مطرح کردین و اونها رو برای ما باز کردین که واقعا قبلا صحبتش نشده بود. خیلی ممنونم ازتون جناب دکتر ثابت، از وقتتون و از مطالب بسیار ارزنده‌ای که با ما سهیم شدین. خیلی ممنون دوباره، من هم از این فرصت که به من دادین خیلی تشکر میکنم، و دوباره لازم میذارم که ذکر بکنم مطلبی که ما اینجا مورد بحث قرار دادیم واقعا مطلب وسیع و گسترده است که اونچه که ما گفتیم به هیچ وجه حق مطلب رو ادا نکرده، و من سعی کردم خیلی خلاصه وار این یه سلسله مطالب رو ذکر کنم. امیدوارم که انسجام اون رو تا حدی تونسته باشم حفظ کرده باشم. مرغ سحر
Yeah.